سلام علیکم به تیم جنگی جیکسیریتی، امیرعلی عبدالی هستم. خوش اومدید به ویدیوی دیگه. امروز بعد از مدت ها آمدیم که ریاکشن بزنیم به صنعت زیبای تیک تاک در آسیای شرقی. یعنی میخواییم ببینیم همه خدا رو شکر اومدن تو یوتیوب دارن ریاکشن کار میکنن. 100 بار مثلا پارت 1 سلاطین 2، پارت 2 سلاط، پارت 99 سلاطین پارک رو دارن میسازن خیلی ها. به خدا من یعنی یوتیوب فارسی رو باز میکنم با یه مش اراجیف و کساشیری روبرو میشم که همه هم دارن همونو میسازن. یعنی هر کی اونو میسازن به هیچ کی هم هیچ نقد و اعتراضی نمیشه کرد، چون یه فن بیس عجیب غریبی دارن، میریزن سر آدم فوش میدن. حالا برو به این فن پیج بگو داداش من این یوتیوبر مورد علاقه تو که داری اینجوری ازش دفاع میکنی داری اشتباه میزنه. کورکورانه فقط فوش میدن. من واقعا فکر میکردم سواد مردم توی یوتیوب خیلی بالاتر از این حرفا باشه، ولی نسبت به اینستاگرام خیلی بیشتر هست، اما کامل نیست. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بریم نگاه کنیم ببینیم در صنعت تیک تاک در آسیای شرقی چه میگذرد. و این ویدیوها رو واقعا به سختی پیدا کردم. او مای گاد، واو. ادیت این ویدیو هم با رفیق عزیزم پیج قائم هستش، کارهای ادیت ما رو از این به بعد قراره ایشون انجام بدن. پیجشون اینجا میاد، حتما برید سر بزنید تو اینستاگرام کاراشو ببینید، خیلی کارشون درسته توی ادیت. بریم اولین کلیپو نگاه کنیم ببینیم به چه صورت هستش. جعبه سبز دستشه، سنگینه، پسرم داره نگاه میکنه. جان که جعبه رو بگیره خود و دختره رو میخواد برداره، میفتن زمین. همینقدر سینمایی، همینقدر نویسندگی خفن، همینقدر ساده اینا دارن تولید محتوا میکنن. بر چرا اینا رو کی نگاه میکنه؟ یه عروسکیه میشینه بغل یه خانومی تو مترو، هیچی هم حواسش به دوربین نیست، خواهد شعبده بازی انجام بده. ماشاءالله سگو میزنی شعبده باز میرینه تو اینستاگرام ایران. ای وای گوشیش افتاد، ناراحت شد، کتکش زد. من فکر میگردم فقط تو ایران و تیک تاک های ایران اینقدر چرت و پرت. نگو کلن مثلا الان این پسره رو نگاه، او به قیافه زشت. حالا تو یوتیوب اصلا چرا یه پسر باید آرایش کنه؟ من واقعا متوجه نیستم. وسط خیابون داره آرایش روژ لب میزنه. ایشالله آهنگش هم حالا کپی. حالا آقای قائم حواست باشه این آهنگش خیلی طولانی بود، کپی رایت نخوره یه وقت. گری گری آهنگش رو عوض کن، خیلی هم آهنگ عجیب غریبی نیستش. گری گری هنوز داره زبون در میاره. ببینم 40 دقیقه چرا؟ به خدا من نمیدونم اصلا چرا اینجوری شده. به خدا با دختر بچه 12 ساله دو سه روز پیش حرف میزدم، گفتم خواننده مورد علاقت که گفت BTS. خواستم خودم هم ماشین پرت کنم بیرون. نمیدونم آخه اینا چرا شدن الگوی جوانان ما. ما خودمون این همه آدم درست حسابی داریم تو مملکت، 4 تا چشم بادومی پسره اومده داره آموزش آرایش میده، میذاره تو تیک تاک و جوون ایرانی میره از رون کپی میکنه. بابا اینا به درد نخورم. این همه خدا یه زمانی ارزشی بود، طرف میگفت برم دکتر بشم، الان طرف میره میگه که آرزو میده برم BTS از نزدیک ببینم. با خوانندن دیگه چرا ژاپنیا، کره‌ای ها، چشم بادومی ها اینا احساس میکنن خیلی جذابن؟
طرف هودی تنش میاد. میخنده، البته از من جذابتره. مثلا وقتی گیری بخندم و دیو قرمز شه بذارم تو اینستاگرامم، نو گاد پلیز نو، یه جور فوش خوار مادر میخونم، یه جور مثلا میان تو ایران میان این دلغک بازی ها چی انجام میده، اونا دارن تو کره انجام میدن، بچه های ما اینجا نگاه میکنن ازشون الگو برمیدارن. ولی واقعا یوتیوبر بودن و توی محیط فن بیس یوتیوب بودن فعالیت کردن خیلی کار سختیه. ببین مثلا من، یکی که مثلا من زبونش تنده میاد مثلا یه روزی برمیگرده میگه آقا چرا جوانای مردم رو دارید توی یوتیوبتون گول میزنید به خاطر اینکه پول در بیارید؟ طرف اومده میگه من قرار رو نمیدم 16,000 تا اینترنت استارلینگ بگیرم بفرستم اینو. کجا سلام پولایی که مثلا اون موقع طرف فعالیت میکرد توی یوتیوبش بهش مثلا به ما فوش میدادن، میگفتن شما دارید عادی سازی میکنید فعالیت میکنید. طرف تو کانادا نشسته بود، هر روز داره ویدیو میذاره، هر روز داره نمیدونم مثلا ویدیوهاش هم سیاسی میکنه، آره من محتوام اعتراضی، هرچی هم پول در بیارم ناراحتم از داستانایی که تو ایران به وجود اومده، خیلی ناراحتم، میخوام ویدیو بذارم هر روز بیشتر از دیروز پول در بیارم، شما برید تو خیابون اعتراض کنید، من اینجا نشستم پشت سیستم خفنم تو کانادا اشغال میکنم، پولم در میارم از یوتیوبم، شما رو علی فرستادم جلو. کو اینترنت استارلینکت؟ اون آقایی که اومد بود ویدیو میذاشت نوشته بود من برای آزادی، میومد میگه ما ناراحتیم خیلی فلان بیسال، این بدبختی. میدونم داداشم 20 روز تو خونه افسرده شده بود، بازور امروز در آوردمش بیرون بریم به دوری بزنیم یه ویدیویی بگیریم. بابا نکشیمون ناراحت ها، بعد به خدا بازم فوششو من میخورم، همین حرفای حق و من میزنم. الان فن یارو برمیگرده میگه فلانی واقعا ناراحت بود، نمیدونم داشت خودکشی میکرد به خاطر وضعیت ایران، ولی ویدیوش هم میذاشت پولشو در بیاره دیگه. ما اگه ویدیو میذاشتیم پولشو در بیاریم بده، اون چون اعتراضی میذاشت خوبه. که چی؟ کوجی موجی کودی بودی بدونی چی؟ چرا؟ الان این چرا باید بشه الگوی بچه های ما؟ به خدا هست، به خدا خیلی اومده یه دوربین گذاشته رو مانوپد با کرپ کات مثلا ورداشته زده که آقا دوربین فیس منو دنبال کنه یکم اینجوری اینجوری بشه، یه آهنگ میخونه دو تا اینجوری اینجوری میکنه ترند میشه تو تیک تاک 100 میلیون ویو میخوره، جوون ما میره مثل این تیپ میزنه. واو این لبه دریایی دختره میزنه، نگاه کن فقط حرف نمیزنم بینه. اصلاحی مثلا هم صداش در میاد باید شروع کنم اینجوری رقصیدم برای ما، با بیا آذری واسط برقصم صفا کن رقص چی آخ. وای سینمایی داستاندار سناریو دار، نگاه کن فقط موزیکشم تو همون اینستاشم کپی رایت داشته که دانلود کردم، اومدن دستم دیگر گرفتم به سر کتک خورده نگاه میکنه، حالا این عکس پروفایل هم هست، نیم رخ به سره داره اینجوری نگاه میکنه، دست دختره رو ول میکنه میزنه تو دل گنگسترها و خلافکارهای اونجا، تسلیم میشه تا دختره زنده بمونه. پتروس فداکار، میگه پتروس فداکار اسمش چی بود؟ فداکاری کرد، تیشرت خودشو در آورد آتیش زد، کنم از الهام گرفته از اونه، از ریزعلی خواجری با اسنایپر نشسته دختره رو بزنه، عشق سابق و فلان و اینا، انقدر دختره رو نگاه میکنه یاد خاطراتشون تو خیابون میفته، نمیزنه دختره رو. چی رو چرا اینقدر فیلم هندی میسازن؟ فکر کن مثلا من
بازه دیدم کات کردم، بعد رفتم یه جا نشستم با اسنایپر بزنمش، اینجوری یه خاطرات خوب میاد تو ذهنم، میگم بیخیال شیشه میزنن میشینن فیلم میسازن به خدا. بعد مثلا والله زن و شوهر میشناسم اینا رو فالو دارن، زنه برمیگرده به شوهره میگه که مثلا چرا این کارا رو برای من نمیکنی، اینجوری به من محبت نمیکنی. خدا رو شکر آخریشه. ببین من اینو دیده بودم 3 روز تب کرده بودم، دختره همشون هم دیدی انگار عروسکن دختراشون، به خدا اینا رو ببری هموم یه سفیداب بکشی رو صورتشون، میشنن سکینه 80 ساله از شرق هشگرد. هندی دیگه جا گذاشتی و یادش افتاد نوشابش دستیره، نوشابش رو پسره میگیره، مزاحم هم نشو همجا میخوره، یه آروغ هم میزنه پسره، نگاه کن یه هروئین زده، یه چی زده، برمیگرده گوشیشو جا گذاشته، نوشابش هم اونجا، هیچ وقت زود قضاوت نکنی. چرا من باید برم فروشگاه زنجیره نوشابه بخرم؟ حالا پسره اومد انتقامش رو گرفت و کیف دختره رو یهو زدم، پسره افتاد دنبالش، علی علی شیفو برگردون، طیبه ها فلان رضا تختی با این موها، همسایه هم هستن، هم دیگر رو دیدن و بقیش قابل پخش نیست. خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. بالاخره صنعت آسیای شرقی توی تیک تاک ساختن رو من خواستم به نمایش بذارم و تحلیل کنم با شما دوستان عزیز. دوباره تشکر میکنم از رسانه قائم که این ویدیوی بنده رو ادیت زده، پیجشون هم اینجا میاد، پیج اینستاگرام خودم هم میاد، حتما بیاید جفت پیجا رو توی اینستاگرام دنبال بکنید. توی توییتر هم ما یک صفحه که داریم، بعضی وقتا یه سری توییت ها دلنوشته ها میزنیم، اونجا خیلی خصوصیه، یعنی اونجا طرف میاد باید خیلی اعصاب داشته باشه، چون من شروع میکنم از یه سری اعتقادات شخصی میگم که شاید واسه خیلی ها جذاب نباشه صحبت های ما، چون میدونیم ما عامه پسند نمیسازیم، ما اونجوری که خودمون دوست داریم میسازیم، میگیم آقا ما اینیم، ما اینجوری، ما زبونمون تنده، یوتیوبرهای دیگه اگه ببینیم دارن سر مردم و کلا میذارن میگیم آقا هر کسی رو باور نکنید، فن هر کسی نشید، چرت و پرت اینجوری میسازن، میایم میگیم، به خیلی ها بر میخوره متاسفانه، چیکار کنم، کورکورانه، فقط چون اون طرفدارش بیشتره، فقط اون چون قدیمی تره، فقط اون مثلا اینا چون طرفدار دارن بین جوان ها، اون فوششو من به فکر شما باید بخورم. حالا بی خیال دیگه، فلسفیش نکنیم. مرسی که این ویدیو نگاه کردید، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اگر ویدیویی برای ریاکشن، برای تحلیل به ذهنتون میرسه، دوست دارید تحلیل منو ببینید، حتما بفرستید دایرکت توی اینستاگرام، آیدی پیجم هم اینجا میاد. مرسی که این ویدیو نگاه کردید، دمتون گرم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید، یه کامنت هم لطف کنید برای ما بذارید، بس. علی علی، خدا نگهدار، دوستتون دارم.